آقای توکلی سلام، خوشحالم که اینجا هستید. میدونم البته همنشینی 30 ساله شما با ساز همواره شما رو بایستی با ساز در محافل دید، ولی خوشحالم که امروز از ضرب آهنگ کلام تیزتون در نقد فعالیت‌های فرهنگی بهره میبریم. درود بر شما جناب آقای قاتمانی و بینندگان شما. من خوشحالم که در خدمتتون هستم و به ضرورت که واقعا درست گفتید، هنرمند باید با سازش و موسیقیش در درجه اول حرف بزنه، ولی وقتی که جلوی اون رو سد میکنن و میگیرن و در واقع گلوگاه هنرمند رو فشار میدن و مجبور میشه که بیاد و صداش در بیاد، و من در واقع بسیاری از هنرمندان ایران از داخل ایران و چه در زمانی که در ایران بودم در مقالاتی که می‌نوشتم در انتقاد دولت و حکومت، بچه الان به من میگن که شما صدای ما هستید و حالا به هر حال منم نمایندگی میکنم بخشی از اون هنرمندان رو که در داخل ایران هستن و نمیتونن صداشون رو برسونن به گوش مردم. خیلی از شما سپاسگزارم. آقای توکلی، اگه بخوایم مشخصا از همین مسئله استعفای آقای جنتی شروع کنیم و بعد حالا به بقیه مسائل برسیم، فکر میکنید که عملی کردی که منجر به استعفای علی جنتی شد چگونه قابل ارزیابی است؟ مثبت، منفی، قبول یا به عبارتی مردود؟ ببینید، اگه به همین تستی که شما گذاشتید بتونم جواب بدیم، منفی و مردود بهترین گزینه هاست، ولی اگه مقدار اجازه بدیم من اینو توضیح بدم. قسمت اولی که میخوام بگم صحبتی که آقای مهدی خزعلی در صدای امریکا در برنامه آقای فلاحتی وقتی که در مورد وضعیت نشر بود به مناسبت نمایشگاه کتاب گفتن. آقای مهدی خزعلی خودشو اصلاح طلب میدونه و در واقع ایشون در داخل یعنی در مجموعه نظام اسلامی رو قبول داره، ولی خب معتقده که به بیراهه رفته. منظورم اینه که این گفتمان نیستش که از بیرون از نظام به عنوان اپوزیسیون کل نظام مطرح شده باشه. میگه ما رفتیم اعتراض کردیم به آقای روحانی و کسایی که دور و بر آقای روحانی کمپینی که در واقع درست شده بود که و وزرا رو انتخاب میکردن بین به قدرت رسیدن آقای روحانی و انتخابش، یعنی در اون فاصله چند ماهه، اعتراض کردیم که آقای جنتی چیه شما میخواید بذارید به عنوان وزیر؟ ایشون اصلا کارآمد نیست، آدم بی دست و پایی است، آدم کم سوادی است. گفتن که اشکالی نداره، اساسا در وزارت ارشاد قرار نیست اتفاقی هم بیفته. خب این جمله خیلی جمله کلیدی است که حالا بهش خواهیم رسید. این بخش اول. در بخش دوم که میخوام در مورد ایشون در برگردیم باز به همون ابتدایی که در واقع ایشون رو انتخاب کردن و ایشون معاوناش رو انتخاب کرد، که همون موقع من نوشتم در مقاله‌ای که در روز آنلاین هم منتشر شد، ایشون دست گذاشت روی فاسدترین مدیران تاریخ وزارت ارشاد و اینا رو به عنوان معاون خودش انتخاب کرد، به خصوص در معاونت هنری. معاونت هنریش آقای علی مرادخانی انتخاب کرد که 13 سال رئیس مرکز موسیقی، یعنی مدیر کل مرکز موسیقی وزارت ارشاد بود و در اون دوره بود که در واقع سوء استفاده های مالی کلانی سر کنسرت های خارج از کشور و بخش بین الملل وزارت ارشاد اون موقع که آقای پیروزپی مسئولش بود، در ارسال فرستادن گروه هایی از داخل ایران به خارج از کشور و آوردن گروه هایی از خارج کشور به داخل ایران و این وسط سوء استفاده های مالی سنگین سر این برنامه ها و برنامه های جشنواره موسیقی فجر در دوره ایشون صورت گرفت و همکاری تنگاتنگی با سعید امامی داشتن در خارج کردن یه سری از هنرمندان از ایران که هنرمندان قبل از انقلاب بودن، که حالا من در برنامه های در این خصوص صحبت کردم، باندهای مافیایی تجارت و بیزنس موسیقی رو در داخل و در خارج از کشور در واقع هدایت میکردن. حالا به عنوان نمونه میشه اشاره کرد که در واقع دهه 70 دهه تدوین هنر حاکمیتی بود، چه در عرصه موسیقی چه در عرصه سینما، که اتفاقا آقای سعید امامی مسئولیت این کار رو به عهده داشتن و ماجراهایی که حالا بعد از قتل‌های زنجیره‌ای به وجود اومد باعث شد که
در اعترافات ایشون داستان و فیلمساز بزرگ کشورمون هم مطرح بشه. برادران شایسته که در واقع هدایت فیلم رو اداره میکنن و در تهیه کننده‌های سینما هستن، بستگان آقای مرادخانی هستن و آقای مرادخانی، آقای نعیمایی و آقای پیروزپی. آقای نعیمایی رئیس انجمن موسیقی دخت در اون دوره و آقای پیروزپی معاون امور بین الملل آقای مرادخانی. شخصی به اسم حسن تبریزی‌نیا گذاشتن به عنوان مدیر مؤسسه پیغام سحر که به این مؤسسه در واقع مجوز دادن و که آقای کیمیایی در مصاحبهشون با مجله فیلم اگر اشتباه نکنم اشاره میکنه، میگه با همسر من یه شخصی به اسم کیهان کیا که البته اسم مستعار بود هماهنگ کرده بودن که ایشون از کشور خارج شه و 52 کنسرت در یک سال، یعنی هر هفته سال در امریکا و کانادا براشون برگزار شه که خب بخشش برگزار شد بخشش هم انجام نشد. این تجارت و بیزنس موسیقی رو در واقع ایشون با در اون چارچوب سعید مامی سازماندهی کردن و خیلی باند گسترده ای شد. آقای پیروزپی در موقعی که معاون ایشون بودن گروه های بخش بین الملل رو، یعنی گروه های خارجی رو دعوت میکردن به ایران، گروه از ایران به خارج میبردن، کنسرت هایی که در خارج برگزار میکردن از دو مسیر معمولا میره، در مسیری که دولت برگزار میکنه از طریق رایزنی های فرهنگی در سفارتاش در سرتاسر دنیا و مسیر دوم مسیر بخش خصوصی است. بخش خصوصی هم این شرکت پیغام سحر که گفتم در واقع یکی از شرکت هایی بود که ساخته شد، طراحی شد و اتفاقا موسیقی مثلا فیلم مرسدس آقای کیمیایی رو منتشر کرد، آلبوم های آقای شادمهر عقیلی اون موقعی که در ایران بودن منتشر کردن. بعد اینا رو اشاره کردم که ببینید یک شخصیت بسیار فاسد که وقتی که ایشون برکنار شد از، یعنی استعفا داد از معاونت هنری وزارت ارشاد، مجبور به استعفا شد، خب اصلا اهالی موسیقی خیلیشون بسیار خوشحال بودن. من یادم از دانشگاه هنر اون موقع درس می‌خوندم خیلی سال پیش، واقعا اهالی موسیقی واقعا خیلی خوشحال بودن و خیلی استقبال کردن از اینکه بالاخره ایشون شرش رو کم کرد و آقای جنتی اومد ایشون رو گذاشت به عنوان حالا یه رتبه بالاتر از آنچه قبلا بود، یعنی از مدیر کل مرکز موسیقی گذاشت به عنوان معاونت هنری که در حوزه معاونت هنری ایشون چندین به اصطلاح عملکردهای بسیار بسیار واقعا فاسدی از خودش نشون داد و یکی در خصوص بحث در واقع هنرهای تجسمی بود که نمایشگاه های فروش آثار و حراج های هنری رو در واقع چه در داخل ایران و چه در خارج ایران به عنوان یه بیزینس ایشون وارد این قضیه شدن و شروع کردن به فعالیت. فامیل های خودشون رو و داماد خودشون رو آوردن گذاشتن بالا سر کل ادارات کل هنری به عنوان مشاور اجرایی خودشون و جوری شد که رئیس مرکز موسیقی خودشون گذاشته بودن آقای پیروزپی در اینجا استعفا کرد و اصلا من کاری نیستم اینجا، هر کاری اینا بخوام میکنه و شرکت هایی که تأسیس کردن اونجا و امکاناتی که در اختیارشون قرار دادن از بودجه دولتی و گروه هایی که خارج آوردن در نمایشگاه در جشنواره بین المللی موسیقی فجر و اختلاس های خیلی شدید و فساد اداری و مالی. این در حوزه موسیقیش بود که حالا میتونیم بعدا در ادامه گفتگو خیلی باز شیم روش و دقیق من جزئیاتش رو خدمتتون عرض خواهم کرد. حالا تا همینجا در حوزه موسیقی هستیم، منتقدان علی جنتی رفتار او و کرنش او در مقابل امامان جمعه خصوصا در مشهد و آقای علم‌الهدا در لغو کنسرت ها رو نقد میکنن، جایی که حتی صدای رئیس دولت هم در آمده بود و گفته بود که وزیر باید ایستادگی کنه و نه اینکه تسلیم بشه. تا چند اندازه عذرخواهی میکنم آقای توکل، تا چند اندازه مشاوره معاونت فرهنگی و مقامات حوزه موسیقی رو در رفتار علی جنتی دخیل میدونید؟ تا چند اندازه ضعف مدیریت و یا ضعف شخصیت رو از خود او ارزیابی میکردید شما؟ در اینجا ضعف شخصیت از خودشون بیشتر.
یعنی در واقع مجوزها رو اداره کل مرکز موسیقی و معاونت هنری صادر میکرد. خب و دیگه حالا ما فساد اونا رو گفتیم، دلیل نمیشه که بخوام همه چی رو گردن اونا بندازیم. واقعا نه، صادر میکرد مجوزها، خیلی در موارد زیادی مجوزها صادر میشد و کنسرت های با مجوز توسط وزارت به توسط عناصر خودسر و نیروهای فراقانونی مثل امام جمعه ها که از هیچ قانونی تبعیت نمی کنن در واقع لغو می شد. اینم منحصر به این آخر نبود که صداش در اومد. جناب آقا زمانی اون منتها در ابتدای دولت خیلی از هنرمندان اومدن گفتن چه خوب عالی شد، چون دوره احمدی نژاد واقعا دوره سیاهی بود. البته در این سه سال نشون داد که هیچ تفاوتی که نکرد از دوره احمدی نژاد به دوره آقای روحانی در حوزه فرهنگ و هنر، بلکه شرایط بدتر هم شد. ولی اوایل به حال با پایان دوره سیاه احمدی نژاد هنرمندان احساس میکردن ممکنه یک گشایشی بشه، چون شعارهای عوام فریبانه ای هم آقای روحانی در مناظره ها داده بود. مثلا میگفت ربنای شجریان باید پخش شد، خب حالا مثلا شاید هم پخش شد فرض کنیم. یا آقای جنتی اومده بود شعارهای عوام فریبانه میداد پوپولیستی که مثلا فیلترینگ فیسبوک باید رفع شه، گویا اینکه وظیفه وزیر فرهنگ و ارشاد سوای اینکه ماهیت این وزارتخونه چه هست اینه که نقش فیلتر شکن سایفون رو مثلا بازی کنه برای مردم در این حد، خب که در اونم ناموفق بود، یعنی اونم نتونست انجام بده. ولی همین شعارهای به اصطلاح عوام فریبانه باعث شد بخشی از هنرمندان امیدوار باشن به این قضیه که خب یه نفر اومده داره صفحه فیسبوک داره، نمیدونم صفحه توییتر داره، خودش نمیدونم میگه باید فیلترینگ رفع شه، پس حتما ما رو سانسور نخواهد کرد. یعنی یک استدلال اینگونه ای آوردن که در واقع ولی از همون ابتدا این قضیه شروع شد. من خاطرم هست سال 1391 که بنده ایران بودم و در واقع مدیر برنامه های و مدیر کنسرت های استاد لطفی بودم، کنسرت استاد لطفی در واقع ببخشید در سال بله بله 1391 92 اصفایی میکنم در آبادان لغو شد. یعنی کنسرت رو به راحتی اومدم و امام جمعه دستور داد که لغو شد و اون موقع ما اعتراض کردیم که آقا مملکت قانون نداره، این چه وضعیتیه در این شهر. ولی میخوام بگم که از همون ابتدا این حرکت ها بود، منتها هنرمندا خیلی صداشون در نمی اومد. که من مقاله در روزنامه شرق نوشتم در این خصوص، اگه اشتباه نکنم مال همین سالا بود، اوایل دولت بود، که به هر حال ولی هنرمندا خیلی صداشون در نمی اومد. بعد که این هی تکرار شد، یعنی جاهای مختلف کنسرت های مختلف شروع شد به لغو شدن و وزیر ارشاد نه تنها بیاد به مثلا یه موضع بگیره، حالا رئیس جمهور اومد صحبت کرد که هر کسی به تریبون به دست میاره میاد فرای قانون حرف میزنه، نباید باشه اینجوری. گویا اینکه مثلا وظیفه رئیس جمهور انگار باید و نبایده، وظیفه رئیس جمهور اجرای قانونه، یعنی باید حمایت عملی بکنه از مجوزی که وزارتخونش داره میده وظیفه دولت. ولی آقای جنتی همین هم نگفت، گفت به احترام حرم رضوی، به احترام آقای علم‌الخدا، به احترام فلان، ما این کنسرت ها رو دیگه مجوز نمیدیم. که به قول شما صدای رئیس جمهور هم در اومد، این دیگه از ضعف شخصیتی و به اصطلاح عملکرد خودش بود. بده. خب همینجا اگر آقای توکلی عزیز یک نگاهی بکنیم با دوره قبل از احمد جنتی، یعنی دورانی که محمد حسینی و اسلاف او در این کار ایستادند و در حقیقت در دوره ای که شما به دوران سیاه احمدی نژاد اشاره کردید، در دوران سیاه احمدی نژاد وضعیت همین مجوزها در حوزه موسیقی چگونه بود؟ آیا مجوزی صادر میشد؟ اگر مجوزی صادر میشد کنسرتی برگزار میشد؟ بله، اتفاقا اون دوره بهتر بود از این لحاظ که من اشاره کردم بعد از دوران سیاه احمدی نژاد وضعیت بدتر شد. در اون دوره مجوزها صادر میشد، منتها مجوزها طولانی زمانش طولانی تر بود. یعنی اینکه برای گرفتن یه مجوز گاهی ما باید 6 ماه میدویدیم، بین 4 ماه تا 6 ماه گاه هم طول میکشید بعضی مجوزها، بعضی ها 3 ماه، بعضی ها 2 ماه، بستگی داشت. اینه که در واقع اون دوره سختی گرفتن مجوز بیشتر بود. در دوره روحانی، در دوره آقای جنتی یه مقدار مثلا فرض کنید از 4 ماه شده بود مثلا 3 ماه، از 6 ماه شده بود مثلا 4 ماه، در این حد
کار کمتر شده بود، حتی مجوزایی بود که مثلا یه ماه هم میتونست آدم بگیره، کنسرت های کوچیک در جایی که مثلا حالا خیلی چیز خاصه، یعنی توجه اجتماعی رو برنمی‌انگیخت. اما در وقتی که مجوز در دوره احمدی نژاد صادر میشد، چون احمدی نژاد دولت احمدی نژاد در واقع خودش دولتی بود که با گروه های فشار و گروه های خودسر و امام جمعه ها و در واقع این جناح به صلاح ولایت مدار در واقع این همسو بود، اون گروه هایی که باید می اومدن اخلال میکردن در کار دولت دیگه نمیکردن، چون دولت خودشون بود در واقع. اینجا بخشی از مخالفت هایی که امامان جمعه و این داستان ها میکنن به خاطر بحث سیاسی هم هست، چون با دولت مشکل دارن و این دستور از بیت رهبر به صلاح میرسه و اینا هم عملش میکنن. یه هم میبینید در همه امام جمعه ها هر جمعه یک مدل حرف میزنن، یک مدل رفتار میکنن. اینه که در دوره احمدی نژاد در واقع مجوزها ممکن بود کمتر باشه و طولانی تر باشه صدورش، ولی امنیت بیشتری بود برای اجرا، یعنی آدم خیالش راحت بود مجوز گرفته اجرا میکنه. هرچند در اون دوره هم کنسرت هایی بود که لغو شد، یعنی کنسرت هایی بود که بعضا امامان جمعه بعضی شهرستان ها مثلا بهبهان اینا وای میستادن یا اهواز جلوی کنسرت ها رو میگرفتن، ولی اینا به صورت در واقع سلیقه انفرادی اون امام جمعه بود و سازماندهی شده نبود. یعنی دقیقا سازماندهی شده نبود. ولی در دوره احمدی نژاد برای اهالی هنر و به خصوص اهالی در دوره آقای روحانی در برای اهالی موسیقی کار سخت‌تر شد، از این بابت که یک دولت وزارت ارشاد وارد بیزنس شد و دغدغه‌اش شد پول درآوردن از هنر و هنرمندا رو هنرمندای سفارشی رو دور خودش جمع کردن و امکانات غیرقانونی به اونا دادن و بقیه قاطبه هنرمندا خب از اون امکاناتی که وزارت ارشاد در دوره های احمدی نژاد به صورت مساوی حداقل نگاه میکرد، همه رو به یک چشم حقارت آمیز خودش نگاه میکرد همه هنرمندا رو، اینجا جوری شد که اصلا نگاه نمیکردن هنرمند در دوره روحانی خیلی از هنرمندا رو، و فقط هنرمندای خودشون رو نگاه میکردن و اونایی که بهشون باید امتیاز میدادن به خاطر بیزنسشون، یک این دلیل، و دوم اینکه امامان جمعه و به اصطلاح عناصر ولایت مدار به سبب درگیری‌های سیاسی که با دولت داشتن در حوزه‌های مختلف چوب لای چرخ دولت گذاشتن، در حوزه فرهنگ هم همینطور. موضوع سومی هم هست، در این 30 سال 30 و چند سال هر وقت جمهوری اسلامی در حوزه‌های سیاسی عقب‌نشینی‌های جدی انجام میده، در حوزه داخلی و در حوزه فرهنگ و هنر و به خصوص در حوزه موسیقی و حجاب شروع میکنه سختگیری کردن که بگه ما هستیم و حکومت اسلامی سر جاشه و آرمان‌های اسلام با عقب نشینی ما در برابر غرب یا آمریکا اینا تغییری نکرده. همینطور که پس از در واقع پذیرش قطعنامه و نوشیدن جام زهر اول در واقع اینا اومدن یک موج سرکوب و اعدام در زندان‌ها را انداختن و جامعه رو خیلی بستن و سختگیری‌های بیشتری رو اعمال کردن در اون دوره، تا وقتی که خمینی مرد و به اصطلاح یه فضا یک کمی بازتر شد در فاصله‌ای که آقای خامنه‌ای هنوز به قدرت سوار نشده بود، یه مقدار جامعه یه نفسی کشید که اونم البته نفسش آقای رفسنجانی بلافاصله گرفت با قتل‌های زنجیره‌ای و این داستانا. اما در واقع در به اصطلاح همونطور که اونجوری شد، در اینجا هم وقتی که بادی بیلدینگ قهرمانانه کردن، نرمش قهرمانانه کردن جلوی غرب و تا کمر خم شدن و پذیرفتن شرایط غرب رو، خواستن که بگن نه ما حکومتمون قدرتمنده، مردمشون این پیام بدن، به طرفدارانشون این پیام بدن که این طرفدارا خوشحال باشن و پشت سر حکومت همچنان قرار بگیرن، اومدن شروع کردن به زدن هنرمندا و موسیقیدان‌ها و لغو کنسرت‌ها. اینم عامل سوم هست در واقع که سابقه داشته در جمهوری اسلامی، و به همین سه عامل باعث شد که وضعیت هنرمندا در دوره آقای روحانی نه تنها بهتر نشه که روز به روز بدتر شه. در دوره ریاست جمهوری آقای روحانی بود که آقای شهاب مرادی به عنوان سرپرست سازمان هنری فرهنگی شهرداری تهران
در واقع کلاس‌های موسیقی رو در سطح فرهنگسراها تعطیل کرد کامل برای اولین بار، که تا وقتی هم ایشون عزل نشد دوباره کلاس‌ها راه نیفتاد و هنوز هم که هنوز کلاس‌ها خیلی راه نیفتاده. و اون موقع آقای جنتی به عنوان وزیر ارشاد که متولی آموزش موسیقی در کل کشور هم وزارت ارشاد هست، در واقع وزارت ارشاد به تک تک اون فرهنگسراها مجوز میده برای این کار، و ایشون باید موضع گیری میکرد در اینجا، هیچ موضعی نگیره، هیچ موضعی، حتی در برابر یک مدیر میانی شهرداری تهران وزیر ارشاد هیچ موضعی نگیره. بد کنه، یعنی اینقدر بی دست و پا و اینقدر، در حالی که همه هنرمندا جمع شدن به نسبت به این قضیه اعتراض کرد. آقای توکلی عزیز، بارها در امشب، در صحبت امشب به موضوع بیزینسی شدن، تجاری شدن هنر در همین دوره اشاره کردید. در فرازی از صحبتاتون در اول برنامه هم اشاره کردید به کنسرت های خارج از کشور و به دبستان های مالی و درآمد های نجومی در خارج از کشور. هم چند وقتی هست که به طور جدی به برخی از این کنسرت ها واکنش های پررنگی نشون داده میشه. اخیراً وارد شدن هنرمندانی که در ایران میخوانند، خصوصا خوانندگان پاپی که در ایران آواز میخوانند در خارج از ایران، و کنسرت های پرفروششون در اروپا و آمریکا مسئله ساز شده، تبلیغات آنچنانی میکنند. و حتی نمونه آخر چارتار که در شهر کلگری در کشور کانادا از مردم خواسته بود که حجاب سر کنند تا با اونها عکس بگیرند. میشه بیشتر در مورد این مسئله هم صحبت کنید؟ با اینکه این مسئله حاشیه‌ای در بحث امشب هست، اما حساسیت زیادی رو چه در جامعه داخل ایران و چه در جامعه خارج از ایران برانگیخته. اصلا حاشیه‌ای نیست آقای آقازمان، اتفاقا خیلی نکته مهمی شما هم گوش گذاشتید. این داستان یک داستان خیلی سابقه داره که در واقع از دوره سعید امامی که قاتل معروف و معاون وزیر اطلاعات دوره آقای رفسنجانی بود، معاون آقای فلاحیان، اینجا رقم خورد و شروع شد، استارت خورد که در حوزه سینما با برادران شایسته رفت جلو که باز از بستگان اینا بودن، در حوزه موسیقی با علی مرادخانی معاون فعلی هنری رفت جلو، و اینا در واقع یک باز تعریف هنر جمهوری اسلامی رو خواستن بکنن. یعنی دیگه باز تعریفی که اون موقع موسیقی پاپ هم در ایران شروع شد و زاده شد، موسیقی پاپ در صدا و سیما و در وزارت فرهنگ و ارشاد، و در واقع سر همه اینا وزارت اطلاعات بود و آقای سعید امامی، قاتل معروف، قاتل هنرمندا و روشنفکرها. همزمان که با روشنفکرها و هنرمندا و نویسنده های متعهد رو حذف میکردن، که حذف فیزیکی یکی از در واقع بروندادهای این طرح و نقشه بود، همزمان هنرمندای خودشون رو درست میکردن و ایجاد میکردن و لانسه میکردن و براشون امکانات برقرار میکردن و در خارج کشور توسط لابیای خودشون اینا رو حمایت میکردن و کنسرت میذاشتن براشون که ایجاد درآمد کنن و در برابر هنرمند مستقل خب اینا رو قرار بدم. که حالا این هنرمند مستقل خیلی نکته مهمیه که اصلا اصل وزارت ارشاد در برابر این موضوع ایجاد شده، که حالا اونو بهش میرسیم، اجازه بدید این رو من اول صحبت کنیم. این اتفاق، من اسم نمیخوام ببرم، یه بار در یک برنامه های صدای آمریکا اینو گفتم که یک خواننده معروفی رو اومدن که همسرش کارگردان سینما بود از ایران خارج کردن و براش طبق برنامه که ریخته بودن، اسنادش هست، خب 50 هفته کنسرت طراحی کردن، یعنی هر هفته سال رو برایشون کنسرت طراحی کردن، این شهر اون شهر، که حالا یه سهش برگزار شد یه سهش برگزار نشد. کدوم ارگان خصوصی میتونه یک اینجور برنامه ریزی رو بکنه؟ خب یا خواننده‌ای که مثلا فرض کنیم پیک موتوری بود در ایران، خب من اسما رو نمیخوام ببرم، نه من تقاضا میخوام بکنم اسما رو هم بیارید آقای توکلی، چون شما به هر حال 30 سال تو این حوزه هستید، 30 سال دارید کار میکنید، از نزدیک با این آدم ها برخورد کردید، فکر میکنم گفتن این اسامی برای جامعه ای که بیشتر این اسامی رو میشناسه بهینه است که گفته بشه. برای من مشکلی نداره. آقای پرواز همای، ما در دوره‌ای که من در ایران بودم در سال اول دهه سال 80، من با انجمن موسیقیدانان کاخ نیاوران همکاری داشتم، به سبب علاقه ای که ما به این کاخ داشتیم
و در واقع این فضا داشتیم. یه انجمنی اونجا تشکیل شد به اسم انجمن موسیقیدانان کاخ نیاوران که کمک گرفت از سازمان میراث فرهنگی اون دوره، دارم سالهای مثلا 80-79 اینا رو میگم، که در واقع خیلی کمک کرد رئیس وقت اون دوره کاخ نیاوران، بسیار آدم متفکر و اهل هنر و ذوق و بود، آقای صالحی اگه اشتباه نکنم اسمشون بود، که اون موقع کمک کرد یک انجمن اونجا تشکیل شد که من با اون انجمن همکاری میکردم و کنسرت برگزار میشد در اونجا. و این انجمن در واقع یکی از کاراش این بود که این کنسرت ها رو ارگانایز کنه و سازماندهی کنه در اونجا، در فضای باز کاخ برگزار میشد. که اون موقع وقتی کنسرت گروه دستان برگزار شد، آقای پرواز همای اومد اونجا گفت ما میخوایم این محوطه بزرگ کاخ رو بگیریم. موقع اجاره 3 میلیون تومان بود اگه اشتباه نکنم. ما اصلا تعجب کردیم، گفتم تو آخر تو اصلا کاری نکردی، تو اصلا کسی تو رو نمیشناسه، چجوری میخوای اینجا رو پر کنی؟ شما این کار رو نکن، بیا محوطه کاخ کوچیک رو بگیر که فضای کوچیکتری هست که بتونی پر کنی، خودت هم ضرر نکنی، بالاخره جوانی کسی هم تو رو نمیشناسه. یه دونه کنسرت داده بود توی یه سالن فرهنگسرای افق بود، چه میدونم شعرهای تند و تیز میخوند و این داستانا، گفت نه ما اینجا رو پر میکنیم. که اومدم و پرم کردم. و این پر کردن رو بعدها که من به عنوان مدیر کنسرت های متعدد فعالیت داشتم، اول مدیر گروه خورشید بودم با سرپرستی های درخشانی و عضو گروه خورشید نوازنده با مدیر گروهشون، بعد شدم مدیر برنامه استاد لطفی، فهمیدم که اینا میومدن پیشنهاد میدادن از داخل دستگاه های مختلف حکومت که ما مثلا میایم 3/4 بلیط های شما رو میخریم. یکی از این گروه ها سازمان ملی جوانان بود در دوره آقای احمدی نژاد که این کارا میکرد، بلیط ها رو میخرید، کنسرت ها رو هنرمندا رو میخرید و میداد به اعضاش، یه چیزی شبیه سازمان جوانان هیتلری ساخته بودن اینا، الان هم هست، که در واقع اینجا کنسرت پر میشد و بدون اینکه بلیط فروخته بشه، یعنی بلیط ها به این شکل به اصطلاح به این شکل اسپانسرشیپ میمدن به ما، هم پیشنهاد دادن که ما پیش کدومش رو قبول نکردیم، به آقای لطفی استاد لطفی گفتم من اصلا این کارا رو نمیکنم، مردم هر کی خرید میاد، هر کی نخواست نمیاد، هیچ مشکلی نداره. اینه که بعدا فهمیدیم که بله، بعد ایشون رفت در خارج و ترانه ما مرغ سحر نمیدونم بس دیگه ناله نکن و این داستانه، یه حالت یه سری اشعار اعتراضی خونسا که من اسم روش گذاشتم، یعنی در واقع در یه دوره‌ای تحت تاثیر اندیشه های مارکسیستی در ایران، به خصوص در زمان رژیم در زمان رژیم پادشاهی، همه چی نمادگرا شده بود. مثلا میگفتن گل سرخ مثلا یک مثلا نماد مثلا فلان شهیده، یا مثلا اینجا که این اومده در این شعر مثلا گل زرد منظورش فلان چیزه، یه اینجوری نمادگرایی در بین اهل به ظاهر اندیشه ایران و دانشجوها و اینا شده بود. که مثلا بعد جمهوری اسلامی هم همین سوار شد، چون جمهوری اسلامی بعد به اعتقاد بنده یک حکومت من بهش میگم اسلامی لنینیستیه، حالا اگه نگیم مارکسیستیه حداقل لنینیستیه، و خیلی اون جهت رو دنبال میکنه، همین سوار شد. و من همون روز یه بار با استاد درخشانی گفت بیا بریم کنسرت این جوان رو ببینیم. من رفتم نشستم گفتم استاد اینا خودشون الان میرن به شما ببین. که بعد حالا از چه جهت اینا میگم، بعد اینو بردن در اروپا و آمریکا و چرخوندن در دو جاهای مختلف، که حتی بعضی از کنسرت گزاراشون خودشون به من گفتن از چه طریقی در واقع بهشون ساپورت میشه و به ما میگن اینجا در این شهر تو برگزار کن و انقدر به پول نقد میدیم پیش از فروش. خب ایشون بعد اومد تو ایران عذرخواهی کرد، دقت کنید، یعنی یک حرکت سازمانده یافته است. اینو من به تعدد برای شما اگر فرصتی می بود به شما میگفتم که فلان خواننده به این شکل، فلان خواننده در این حرکت اینجوری رفت و در این حرکت اینجوری عذرخواهی کرد. طرف رو میکنن تبدیل میکنن به یک خواننده زیرزمینی ابتدا، خب همونطور که در اپوزیسیون آدمای خودشون رو وارد میکنن، در هنرمندا هم همین سیستم رو میرن جلو. مردم جلب توجهشون جلب میشه به این به عنوان یه آدم زیرزمینی که حالا مخالفه، بعد یهو این آدم مخالف میاد عذرخواهی میکنه و تبدیل براش کنسرت میذاره تو تالار وحدت، دیگه میشه از خودشون و همه اون انرژی و خواست مردمی که به سبب ظاهرا مخالفت اینا با حکومت
دور و بر این خواننده جذب شده بود خونسا میشه، تموم میشه میره. خب یکی از تاکتیک‌های فرهنگی نظامه که موارد بسیار. حالا من میخوام بهتون بگم که یه سری کنسرت هایی هم در همین لس آنجلس یا دیگر شهرهای بزرگ ایرانی نشین برگزار میشه، کنسرت هایی که آدم فکرش رو نمیکنه، ولی در گرانترین و معتبرترین سالن هایی که آقای شجریان یا ابی یا گوگوش یا داریوش باید اونها رو پر کنن، یعنی لژندری های این صنعت هنری، وقتی میبینی جوانی که از ایران آمده در نوکیا تئاتر یا دالبی تئاتر محل برگزاری اسکار بیش از 4000 نزدیک به 4000 صندلی رو سولد اوت هم میکنه. شما گفتید که پشت پرده این ماجراها پولهایی است که به حساب برخی مقامات حکومتی در وزارت ارشاد ریخته میشه، یعنی پول بلیت 50 دلاری 100 دلاری که من مهدی آقا زمانی نوعی پرداخت میکنم به کنسرت رضا صادقی نوعی برم، پولش در نهایت به جیب مقامات اسلامی در ایران ریخته میشه، درسته؟ نه، من این داستان اینجوری نیست. منظورم این بود که وزارت اطلاعات و بعداً هم اطلاعات سپاه وارد این قضیه شد، شروع میکنن از طریق مثلا وقتی به ما تماس میگرفتن میگفتن میخواییم 3/4 بلیتاتون رو از طرف سازمان ملی جوانان بخریم، خب میگفتن طرف حساب شما بانک پاسارگاد خواهد مثلا، یا بانک پارسیان خواهد، یا بانک فلان خواهد، این بانک هایی که به شکل بانک خصوصی در واقع راه افتادن و اینا میان میخرن و اون هنرمند رو در واقع به این شکل خریداری میکنن، یک کنسرت اینجوری ازش حمایت میکنن. در کنسرت های بعدی بعد میان میگن که ما برای خارج رفت، برای کنسرت های خارجی شما پیش خود بنده هم اومدن، پیش خود بنده سال 85 اومدن، برای کنسرت های خارجی شما ما این برنامه رو این برنامه ها رو داریم و مثلا این 10 برنامه رو برای شما برگزار میکنیم، برای هر برنامه هم مثلا 1500 دلار 2000 دلار به شما میدیم، این مبلغ کم. خب طرف جرأت نداره بگه نه، من خودم در دفتر جشنواره فجر سال 87 نشسته بودم، خب و برای اون موقع آقای اصالتی تصمیم گرفته بود در جشنواره فجر یک کنسرت اجرا بکنه به خاطر اینکه کارهای انقلابی رو در واقع در زوره انقلابی مداشه ایشون ساخته بود و ایشون میخواست اینو باز اجرا بکنه و یک چیزی بنویسه در خصوص اینکه و نوشت که ما یک آرمانی میخواستیم، ما یک چیزی ها نظرات ایشون بود. من به عنوان مدیر برنامهشون که به صلاح البته ایشون هم منم نظر خواست و من گفتم که شما در این جشنواره شرکت کنید و من اشتباه کردم میگفتم و اینجا به اشتباه خودم اعتراف میکنم. اون موقع من فکر میکردم که میشه با این دولت و این حکومت در واقع این حکومت کار کرد و اونا رو در مسیری که خواسته ماها قرار داد، که بعد که سر همون کنسرت 50 میلیون تومان از پول فروش بلیط های ما رو ندادن، خب یعنی متحد بودن بلیط بفروشن رو ندادن، خب اونجا که ما درگیر شدیم من فهمیدم که نه اصلا با این اندازه نیستن که بخوام بفهمن که هنرمند چی میخواد و خواست هنرمند به اینا تحمیل بشه. اینه که بنده هم اونجا اشتباه کردم و اشتباه خودم رو اقرار میکنم اینجا در حضور شما و بینندگان شما. به هر روی من اونجا بودم و مدیر برنامه آقای رضا صادقی زنگ زد، خب که سرپرست شرکت یکی از شرکت‌های بزرگ تولید سی دی ایرانه، ایرانگاه، آقای صدرالدین حسین خانی زنگ زدن گفتن که با مدیر وقت انجمن موسیقی ایران که ایشون نمیتونه تو جشنواره شرکت کنه، کار داره و فلان مشکل داره و آقای رضا صادقی من به برنامه برش پیش اومده، پشت تلفن برگشت گفت ایشون غلط میکنه نمیتونه شرکت کنه. بعد که گوشی رو قطع کرد گفت فکر کرده همین جوریه، این همه ما ساپورتش کردیم والا میخواد شرکت نکنه. باز اون رئیس انجمن موسیقی بود که منظور اینه که هنرمند که وقتی وابسته اینا میشه تا بعضا آتوهایی هم دست اینا میده دیگه در اختیار اوناست، حالا دیگه از این پول در میارن و مقاصدشون رو میبرن جلو، دیگه اون گروهه میاد، گروه چارتار میاد میگه هر کی میخواد با ما عکس بگیره باید حجاب حفظ کنه بیاد بغل من وایسته چون برای من دردسر میشه، در حالی که اینا فقط نمایشه، اینا فقط نمایشه و شو جمهوری اسلامی و به قول شما کی حاضر میشه بیاد بلیت اینا رو بخره غیر از اینکه اینا بلیت ها از پیش خریداری میشه بین طرفداران به صلاح لابی های مختلف
لابیای خودشون توضیح میشه و اونا هم عنوان این که بلیت کنسرت دادن بهمون، مثل اینجا که کوپن در واقع مواد غذایی بعضی موقع چاپ میکنن توی روزنامه های داخل امریکا و همه یهو میان فروشگاه مثلا فرض کنین فرام سوپرمارکت یا میگن مثلا همه چقدر شلوغ شده همه این کوپن ها دستشونه اینجوری میان تو اون کنسرت ها، وگرنه به قول شما مثلا اون سالن باید توسط استاد شجریان پر بشه، باید مثلا توسط ابی پر بشه اون هنرمندا، وگرنه تصدیق کسی خود ماها دارین شما دارین زندگی میکنین اونجا پول بلیت پول $100 میدید برای خب واقعیت اینجاست که من در همین شهر لس آنجلس که خانه هنری هست علاوه بر این افراد که وابسته هستند یا افرادی که به هر حال میشه خطوطی رو در نظر گرفت، مردم عادی رو هم میبینم که به حال ایران عشق دارند و سعی میکنند که از هنرمندی که از ایران میاد بیرون حمایت کنند، ولی متاسفانه این حمایت از برخی از هنرمندانی که از ایران تازه خارج میشند و بخوام به ایران هم برگردن با همون چاشنی برا ما درد سر میشه و این ایجاد و توسعه ترس بین ایرانیان خارج از کشور میکوشه تا چهره ایرانیان خارج از کشور رو هم همسو با ایرانیان داخل کشور مطابق میل حکومت کنه. برگردیم به داخل ایران و به اساس بحثی که داشتیم آقا زمانی، این صحبت که شما کردین خیلی دقیقه، خیلی دقیقه، من حیفم میاد در حد این اشاره بگذره صحبت شما. بفهم همکارا و دوستای خوب و نزدیک من، همکارا و دوستای خوب و نزدیک من، ما خواستیم مثلا برای استاد لطفی یک بزرگداشتی در شهر واشنگتن بذاریم مثلا در فوریه، این برنامه‌اشو داریم برنامه‌ریزی، میگن تو رو خدا تو نگو توی این برنامه مثلا نقشی داری یا تو جدا ساز بزن ما جدا ساز میزنیم، ما میخوایم بریم ایران و بیاییم. یعنی این برخوردی که میکنه در فرودگاه امام با خیلی ها میشه به خاطر همین موضوعه که کسی جرئت نکنه مثلا با شما صحبت کنه، کسی جرئت نکنه حرف بزنه در خارج از کشور. و این خیلی نکته مهمیه و اینو کاش میشد در یک زمانی، میگم من برای همه اینا مصداق دارم، این تاریخ، این چیزی که به شما گفتم دقیقاً در فوریه اتفاق افتاد. خب من همینجا از شما این عهد رو میگیرم که با موضوعیت کنسرت ها و مراسم های فرهنگی که در اون افرادی که به ایران رفت آمد دارن دخیل هستن، برنامه‌ای رو در آتی بسیار نزدیک در همین هفته آینده به اتفاق داشته باشیم. 6-7 دقیقه تا پایان برنامه وقت داریم آقای توکلی عزیز. بحث اصلیمون این ماجراهای مربوط به وزارت ارشاد در دولت آقای روحانی بود. حالا فکر میکنید که وزیر ارشاد جدید کیست و چگونه است؟ نخستین واکنشش این بود که باید صدای فرهنگ اسلامی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بیرون بیاد. اساسا فرهنگ اسلامی چیست و چجوری میشه در این چارچوب دیدش؟ آخرین صحبتی که شما کردید در مورد هفته آینده، حالا من در خدمتون حتما خواهم بود، ولی اگر اجازه بدین اتفاقا این موضوع رو که در مورد وزارت ارشاد و نفس فرهنگ اسلامی و هنر در جمهوری اسلامی اول تکلیف اینو وقتی روشن کنیم، اون وقت این بخشا رو هم میشه چیز کرد و مشخص کرد. ببینید آقای صالحی امیری ایشون در دفتر تحقیقات استراتژیک که زیر نظر آقای روحانی بوده در دوره‌ای که ایشون در مقام امنیتیشون در دبیر شورای عالی امنیت ملی بودن فعالیت می‌کردن و اصلا ایشون خیلی قرار بود بشه وزیر ارشاد. چرا؟ اینکه یه دوره اومدن موقعی که آقای روحانی شد رئیس جمهور با اینکه مثلا بنده رأی نداده بودم و اعلام کرده بودم مثلا نباید در انتخابات جمهوری اسلامی شرکت کرد، ولی نظر ما رو هم پرسیدن، مثلا گفتن آقای صالحی رو گفتن ما که نمی‌شناسیم ولی در مجموع وزارت ارشاد باید این باشه این باشه این باشه، بعد وزارتی که متولی هنره نه وزارت ارشاد، من بهش میگم وزارت سانسور. به هر روی ولی هیچ تفاوتی نمی‌کنه که چه کسی اون بالا بشینه، چون ساختار و بدنه و کارکرد وزارت ارشاد یک چیز مشخصه و از پیش طراحی شده است برای کنترل نه برای توسعه. اینها در واقع کارشون اینه که هنر رو کنترل کنن نه اینکه توسعه بدن یا بستری رو فراهم کنن که هنرمند بتونه فعالیت بکنه و فعالیت آزاد بکنه، نه دقیقاً کار اینا برعکسه. بنابراین اون ساختار همواره همونه. حتی من به شما اینجا میگم از کارمندان جزء اون وزارت دفتر مثلا موسیقی تا سطح مدیر همه همون آدم هایی که 20 سال اونجا دارن کار میکنن و همون رویه ها رو دارن انجام میدن و هیچ فرقی نکرده. در دوره
5 مدیر مرکز موسیقی فعالیت صحنه‌ای و اجرایی داشتن در موسیقی و بنابراین همه دوره‌هاشون رو دیدن و میدونم در دوره آقای خاتمی هم همین بوده، در دوره آقای احمدی نژاد هم همین بوده، در دوره آقای روحانی هم همینه، هیچ تفاوتی نمی‌کنه، اینا فقط نمایشه. یه دوره آقای سفار هرندی اومد گفت هنر فاخر، ببینید که بدون هنر فاخر یعنی چی، المان‌های هنریش چیه، موسیقی فاخر المان هنریش چیه، مثلا در گامش چه تفاوتی داره، در فواصلش چه تفاوتی داره، در چه میدونم فرم چه تفاوتی داره، بدون اینکه اینا بدونن، مثلا سوالشون به این چیزا نمیرسه. یه هنرمند فاخر ما کسی رو داشتیم به اسم آقای احمدی، مدیر کل مرکز وزارت ارشاد موسیقی بود، خب در دوره آقای احمدی نژاد به کنترباس میگفت ویالون بزرگه. شما دقت کنید، من رو با این ظاهر در سال 1385 با استاد محمد رضا لطفی اشتباه گرفته بود که من رفته بودم برای کنسرت، گفت استاد خیلی لطف کردین شما اومدین ایران، نمیدونم ما خیلی خرسندیم که شما تشریف آوردین، در این حد مدیراشون. خب ولی هیچ فرقی نمیکنه آقای جنتی بیاد یا آقای، مگه آقای جنتی چی کار میخواست بکنه؟ آقای جنتی همون روز اول که اومد گفت من میخوام فیلترینگ فیسبوک رو بردارم، و برداشت، یعنی کار سایفون هم نتونست انجام بده. حالا ایشون هم میگه فرهنگ اسلامی، آخه کدوم و اسلام کدوم فرهنگ رو داشته؟ هنر اسلامی، این یکی بحثایی که ما باید انجام بدیم. یکی مشکلات ما به عنوان این هنرمند در این حکومت اینه که هنر و کنش هنری و کنش فرهنگی اصلا پدیده مدرنه، در دنیای قدیم هم باز به همین شکل بوده، یعنی جزء پدیده های مدرن بوده همیشه. خب و اصلا دین اسلام این چیزا رو، حکومت اسلامی و دین اسلام اصلا اینجور چیزا رو توش تعریف شده نیست، اصلا هنر و موسیقی وجود نداشته در عربستان اون دوره، یه تاسات و مجروراتی بود و هداخانی برای شترها و خب موسیقی در ایران بوده، در یونان بوده، در روم بوده و اینا اصلا موضوعیتی براشون نداشته که بخوان حلال کنن، حرام کنن، مباح کنن، مکروه کنن. برای همین در واقع ما یک بار حاکمیتی طرف هستیم که اسم اسلامی رو گذاشته ته همه چیز. الان شما گفتید هنر اسلامی، این مهمه، اسم اسلامی رو گذاشته ته همه چیز و به واسطه این اسم اسلامی به خودش اجازه میده در کوچکترین کنش‌های حتی خصوصی مردم هم دخالت کنه. چرا؟ چون اسلام در کوچکترین و جزئی ترین موارد زندگی بشر از خصوصی ترینش تا اجتماعی ترینش دستور داره و این هم جز کمالات اسلام میدونن، یعنی از معذرت ما دستشویی رفتن آدم ها کار داره، تا به رخت خوابشون کار داره، تا به غذا خوردنشون کار داره، تا و اینا وقتی این عنوان اسلامی رو میارن یعنی چی؟ یعنی شهروند اسلامی، که شهروند اصلا معنی هم توی اینا نداره، در واقع جامعه اسلامی جامعه ایست که افرادش بنده خدا باشن، مردمش توده یک شکلی باشن که فرمانبر نماینده خدا باشن، که خمینی همیشه میگه وحدت کلمه، وحدت کلمه، امت همیشه در صحنه. خب اینو میخواد، بنابراین طبیعیه که صداهای مختلف نباید شنیده بشه و در جایی که صدای مختلف نباید شنیده بشه فرهنگ و هنر یک صدای متفاوت از صدای اسلامی و اینا نمیتونن اینو توجه کنن. وقت کمه، من یه جمله از اورول میگم، میگه در این شهر کسی حق نداشت عاشق بشه چون همه باید عاشق رهبر میبودن. اینجا هم داستان اینه که حالا اگه فرصتی بود شاید بعدم بشه در مورد نگاه حکومت اسلامی به فرهنگ و هنر بحث کرد که در اون موقع میشه فهمید وزارت ارشاد اصلا چرا اینجوریه و چرا قراره هیچ اتفاقی توش نیفته غیر از سانسور، و اون وقت میبینید که آقای جنتی مناسب ترینه، مگر اینکه وظیفه سانسورش رو خوب انجام نده. خب مگه اینجوری باشه و وظیفه محدود کردن هنرمندان رو خوب انجام نده و تشت رسوایی مخالفتش با رئیس جمهور از آسمون که افتاد، از بام که افتاد، وقتی یه نفر دیگر رو میارن همون مسیر رو ادامه بده. به قول شما مگه فرهنگ اسلام، هنر اسلام، اسم هنری در اسلام، صد اسلام اسم مقبول هنر معنی نداشته است؟ ممنونم آقای توکلی عزیزم، بهراد توکلی، هنرمند با سابقه کشورمون که مدتی است در واشنگتن پایتخت ایالات متحده آمریکا ساکن شده، از اینکه دعوت من رو پذیرفتید در این برنامه سپاسگزارم، از اینکه
دعوت مجدد و در حین برنامه من رو هم پذیرفتید. سپاسگزارم. ابعاد دیگری از فعالیت‌های فرهنگی در حوزه‌های مختلف رو با شما در مجمع برنامه‌های سیاست‌های فرهنگی حکومت اسلامی در ایران دنبال خواهیم کرد در هفته‌های آینده. سپاس از شما. شاد و سرفراز و آزاد باشین. پاینده باد ایران. متشکرم و سپاس از شما خوبان که تا به این لحظه بیننده مجمع برنامه‌های رسانه افق ایران بودید. وقت خوش. خدا نگهدار.